سلام به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه حمله بر اماکن مذهبی دامن زدن جنگ های فرقه‌ای آیا حراس افغانان به اهداف خود در افغانستان خواهند رسید شعور سیاسی از این جامعه را در مجموعش ما رسال سوال این جامعه و کجا افتیده چقدر سقوط کرده که در برابر همچون حوادث چقدر بی‌تفاوت برخورد میکنه چقدر ساده اینا را کاتگورایز میکنن پوتین به احترامی به دونالد ترامپ دیگر بس است. کابل بار دیگر گواه حمله هراس افغانان بر مسجد و نمازگزاران بود این بار انتحار کننده خودش را در میان نمازگزاران در مسجد امام زمان منفجر ساخت و بیشتر از پنجاه نمازگزار را در این رویداد کشت و ده ها نمازگزار دیگر زخمی شدند در کنار این بخش از مسجد ویران شد و ده ها جلد کتاب های دینی به ویژه قرآن کریم تکا و پاره شدند اما هراس افغانان بر اساس چی انگیزه و هدف بر و بر مبنای چی و حملاتشان بر مساجد و نمازگزاران در افغانستان ادامه می دهند. برای بحث بیشتر در این باره دکتر فضل هادی وزیر رئیس کمیته فرهنگی و سخنگوی شورای صلح و نجات افغانستان و سید محمد حسن شریفی بلخابی نماینده مردم در مجلس نمایندگان مهمانان من هستند آقای بلخابی تداوم حمله بر مساجد و اماکن مذهبی در افغانستان چی را بیان می کند؟ در واقع حراس افغانان بر اساس چی انگیزه و رسیدن به چی هدفی تا به اینجا حملاتشان را بر مساجد در افغانستان تداوم بخشیدند؟ شکر بر سلام و شما درود میفرستم بر وای پاک و همه شهدا در گوشه گوشه کشور خسن و شهدای مسجد امام زمان پل خشکی دشت برچی که برای عبادت استادن در حال عبادت بودن که خفاشان کردیل آمدن اینا را به خون نشستن از شما ببینین افغانستان پیش نیب درخشان و خوب داره در رابطه با اخوت اسلامی истоری هم آیت قرآن انما المؤمنون اخوه فأسلح و بین اخویكم شما برید در بین کشورهای اسلامی جستجو بکنین بهترین اخوت و مواخات و برادری را افغان ها داشته در اینجا و امروز میخوان گروه های تکفیری، گروه های افراطی، این دشمنان دین و مذهب که به نام دین و مذهب میان و میخوان که این بستر بر هم بزنن و این اخوت و این برادری و این برابری و این صلح دوستی را بر هم بزنن ولی زو آمدن هدف گرفتن اماکن مقدسه را شما چند قبل شاید بودین در مسجد امام زمان قلی نجارا ما و شما دیروز شاهد بودیم روز جمعه روز نماز جمعه نماز عبادی سیاسی در مسجد امام زمان پل خوش و اینا میخوان که یک بار دیگر برای که جا و پای پیدا بکنن به خاطری که در اینجا اینا ریشه پیدا بکنه اختلاف را میندازند و بحث فرقی و مذهبی را میخوان دامن بزنند به این معنا وقتی که در یک مسجد در حال صفوف فشرده عبادت بیان 50 و هفت نفر یا 60 نفر اینا به شهادت برسان 60 دیگه زخمی باشه و میخواند که احساسات یک مجموعه را ترغیب بکنند که تا اختلافات بین فرقی و حتی مذهبی راه دازند و اینا هدف کردلی از اینا و هدف شوم و پلیت از اینا در قسمت ای هست و شما در جریان هستین که و بسیار وقیهانه و بیشرمانه و, و, بی و این آمده به دوش میگیره ولی این یک زنگی خطر است من میخوایم از شما به آدرس علماء جهید کشور شورای علماء کشور علماء ملاها ملا امامها و همه علمایی که موثریت دارن و اونا دعوتگری دارن و تبلیغ دین رو میکنن متوجه از این نکته باریک باشه که محمد. یک بار دیگه افغانستان در مثل سوریه و یمن و عراقی سانی جور نکنن و این دیلی ترکیده و رنگدیده مردم بالاخره نه تنها که اینا ملهم نگیره خدا اینا کرده خدای نکرده به سمت سوی فرقگرایی و تشنجه های بله. مذهبی حرکت کنه بله. آقای وزین آلا به گفته آلمان دین فعل هایی را که طالبان و دایشان در افغانستان انجام می در واقع مبنای دینی و مذهبی نداره اما شما می بینید انتحار کنندگان زمان که خودشان را در, در مسجد و در میان نمازگزاران انتحار میکنند نام خدا را یاد کرده و شعار الله اکبر را سر داده میاین خودشان را منفجر می فکر میکنین که اینها چگونه دین مبنا قرار داده این گونه حملات خیلی فاجعه برانگیز در میان نمازگزاران در اماکن مذهبی در مساجد انجام میدن ببینین بسم الله الرحمن الرحیم بعد سلام خدمت شما خدمت جناب وکیل صاحب و این دای محترم تلویزیون شما در حق جای که هستن و با عرض تعزیت و تسلیت و خانواده های هم قربانی های حوادث دردبار و خونین اخیر در سراسر سر کشور چی او کسایی که در حمله نوجوان مردانی دیروځ در مسجد امام زمان او چې هم کساي کې در مسجد د حمله دیروځ در مسجد دوليني ولسوالي در مسجد ولسوالي دوليني ولات غور شي څه نو چې وکساي کې در پکتیا او کسر در غزنی او قندهار او وکساي کې در بمردمن های خارجی ها در کنر وننګرهار په شادت رسیدن ما همو شریف ځندای افغانستان استنه مراتب تعزیت او تسلیات خدا به شو وړاندې میکنم وقتی که هوادث چنین به ای خونباري وحشت رخ میته در کشور خیلی مهم است که ما ببینیم که چی هطایی ر انجام میتن کسای که مستفید هستن از ای هوادث کیا هستن به صرف نظر ت کسیک خوده ا انفجار میته و جا د داخل مسجد در خانه خدا انتاک حرمت خانه خدا ره از, از, از زیر پا میکنه و تقدس نماز خواندن نماز و مردمی که در مسجد در امن هستند و مسجد خدا خانه امن است او را امنیت بر هم میزنن به قتل کشتار دست میزنن جهت کنار تمویل میکنن تسلیح میکنن تسهیل میکنن،, میکنن کارشانه و جناب استفاده ابزاری میکنن در جهتی قتل قتل کشتار در کشور این جهت استخباراتی است و این جهت استخباراتی به ادامه قتل کشتار در افغانستان به خاطر ادامه جنگ در افغانستان و استفاده و ایجاد تنش قومی و مذهبی در افغانستان ایتقال می به به خاطر یک هدف بسیار اصلی و اساسی کسایی که جهت استخباراتی که در در عقب ای حمله های وحشت بار خونین هستند که هیچ مرز و حد نمیشناسه و تسلسل جنون پیش میره هدف و مقصدشان این است که جنگ فرقه را جنگ شیعه و سنی را در افغانستان جنگ مذهبی را در افغانستان ایجاد بکنن شما در مسجد تهران دیدین در مساجد دیگه دیدین لیکن خیلی مهم است که مردم افغانستان هوشیاری داشته باشن علما هم هوشیاری داشته باشن و نگذارن تا توطئه دشمن که به خاطر بر هم زدن سلم اجتماعی و هماهنگی و رواداری برادری مذهبی در افغانستان است بر هم به خاطر از این در ظاهر هم داعش مسئولیت این رویداد بر دوش میگیره همواره از زمان مساجد در افغانستان حمله میشه دایش بلا فاصله میگه که این کار ای خیلی است شما چطور میگن این کار شبکه استخباراتی است به خاطر که شما ببینید ما میخوایم کمی عمیق تر جفت با نگاه دقیق داشته باشیم امروز کسایی که در مجموع جهتای ریجاد میکنن، تنویل میکنن، تسلیم میکنن، تخطیط و برنامه ریزی میکنن در مجموع در سطح کل منطقه، در جهان چته استخباراتي معلومون حال است افغانستان از افغانستان بیرون از بشوکه استخباراتي در عقب اين رويداته افغانستان, افغانستان در واقع, در واقع افغانستان, افغانستان كشوري بيدرووازي خاني بيدرووازي است كه همه كشورات اينجا اغه وازي سوبت كونه استخبارات درن ايلات متحده امريكا استخبارات افغانستان است دست باز در افغانستان به هر جهه ميتونه برسه كشوراي هم سهي مو بلا استثنا دي استخبارات شون به حد طويله او درازه است كه به هر جهه ميتونه برسه كشوراي منطقوي مانن بازيګاراي منطقوي مانند هند او چین كشوراي ديگه است كه استخبارات شون به هر جهه ميتونه برسه از از و متاسفانه از هر وسیله از دین از قومیت از زبان از هر چیز استفاده ابزاری صورت میگیره در جهت تحقق اهداف شومی آه. که هدفش تبایی افغانستان است بربادی افغانستان است ادامه جنگ در افغانستان است و ادامه تنش در افغانستان است و تباهی ملت افغانستان است به خاطر ک... مستفید بس. اصلی شما اینو بینو او, او آقای وزین شبکه های استخباراتی چطور کسانی می این استفاده ابزاری قرار میتن که دایه آه. حمایت و دفاع از اسلام و در واقع بر سینه میزنن شما ببینید اگه ما بخوایم بشید این به شما کسی که خودش دست به اقدام میزنه نماز یک جوان است مثلا شاید 20 سال باشه 10 سالی که یا دین چیزی نمیفهمه یا نفهمه. یا هیچ نفهم است یا کشف فهم است یا د دې چې د پنا مې مونه لکه چې دوی به قسمه کې او او د ترن مشه او مخسیوي مشه او به وادار مشه حتی که شما را د کبا م را د کبا م فرستان د مسجد مدینه نبویو رمکنند او جام خدا انفجار مته لیکن مهم است که ما همشه د استخبارات د دښمنای افغانستان د نیورغای کې نه ميχαν د افغانان استقرار باشه امنیات باشه صلح باشه همشه در پشتي اي حوادثس و اي خاطر ما در بحث هاي خود نه بوید او د استای نامرئي رکه چې در حقیقت همکاره است در پشت حوادث او را تجاهل بکنیم و او را به نظر نگیریم حالا کی باید این, این پاس سوالا را برای مردم افغانستان پاسخ بده کی باید حقایق بله. پشت بله پرده رویدادها را دې کار رسانه خاص کار رسانه شما د خپلې رسانه بر نوم رسانه شما کار اجازه میتین باید د دولت افغانستان د دې قسمت بو شفاف ووځي سوال دی چې چرته د هې مقدار حوادث چې د افغانستان صورت میگیره چرته د دولت وهېقدر کمیسونه حقیقت یو مو تطبیق کندنې چې از طرف مقاومت دولت صورت میگیره کجاس حقایق د کجا است متاسفانه هیڅ مورید حقیقت واضح نشود ظاهر نشود چې چی کسای کار میکنه پارلمان افغانستان کومه دي موترف جن تشریف دار جناب اوغاسب مسوله د دې قسمت و نقطه به سب مهم لیک ما څرګرې میکنم ایست کې ادامه حرفای شما را پس س... س... کوتاه س... داشت فرا را پس از وقفه دنبال بکنید بلخوابی در حالی که داعش مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته حمله بر مسجد امام زمان در غرب شهر کابل اما با گفته آقای وزین شبکه‌های استخباراتی گروههای عراسبگن ابزار قرار داده چون این یک حملات در افغانستان طراحی و اجرا میکنند اما برخی دیگر عقیده و تصور دارند که طالبان زیر نام داعش میان دست به چنین فجایع میزنند شما چی میگین ببین شما این بحثی که استخبارات بیرونی در اینجا سازماندهی میکنه یا امکانات میونه درو شکی نیست و مشخص روشن است مداخلات در افغانستان به حساب بالاست که واقعا شهر به دروازه است اما بحث بیاستی که شما ببین از خود ما مسلمان های جاهل نادان اینا ابزار خوب جور میکنه یعنی شکنندگی ما مسلمان دی هست از خود ما و میای بالاخره دولت اسلامی تشکیل می ده خلافه تشکیل می و عروسگی دستی اموسخبارات قرار می گیرند در, در اینجاست ولی از, مرد. از مرد. کجا نشأت می گیره این گونه رویداد ها خوب برای نشاره شد من نمی خوانش آقای وزیر این واضیه نگفتن این با در واقع مسئولیت مجلس نمایندگان در کنار حکومت استابیه به پاسخ سوالای مردم افغانستان ما پاسخ را, را داد در عقیب این رویداد ها چی حقیقت نافته است ببین شما 20 مشخص و روشن است که جهان اسلام نباید متحد باشه و نباید قدرتمند باشه و نباید توانمند باشه و این قدرت های غربی در رس مثل اسرائیل، انگلیس و آمریکا نمیخواهی ای یک بحث عمومی که کونه شده گفته گفته من میخوام این اشاره بکنم که ما امروز سکتور های امنیتی را طلب کردیم به شورا همینطور که آقای وزیر استاد عزیز میگه ما به تفاوت نبودیم ولی طلب کردیم جلسات را تا سری جور کردیم وزیری متره دفاع و وزیری داخل و ریاست عمومی امنیت و ما بسیار بحث های جدی دونی داشتیم یعنی امی گپ ها رو کردیم حالا مشخص پاسخ پیدا کردن که این حمله کار کدام گروه چه کسی کدام ای... کشور است این مقدار ما آه. اینجا برداشت کردیم به صحبت حتی بаراи برهم زدаنи امنتи افغانиستоن و بаراи اختلافи فرقаی قومи سمتی زبоنӣ و مذهبی راهاندازن اиنها гуفتن کи گروههои تکفиرӣ همش دست به دست هم داده ع ب شل متد ما هی چиز فهمیدیم و عن اгر داش در بعض جا اгر حقоنиه ار ت وزبکستоن ار تحرиک اسلامи ار کасا هسته و ده شبکه در اینجا گفتن 20 شبکه 20 شبکه در بعض جا اگر اختلاف دارد در بعض جا به خاطر تضعیف حکومت و به خاطر تقویه خودشان میگه متحد هستن علا خلافی که باورشان و ایدولوژی از اینا متفاوت است منم این موضوع را تایید میکنم به ای این معنا برای برهم زدن و کوبیدن این نظام نیم بندی که واقعا اینم چیز چی شده و به این قسمت خیلی از, 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 از شبکه متحد هستند گفتی شما اما هستن هستند پاس میتن در مبایس های چیز امکاری میکنن تا یکی تور آدیسه بسیار خطرناک و یک جنایتی که در, در, در مکان و اینا رو اندازی بکنن و ضرب و شد میریشان بتن برای مردم که این حکومت از شما دفاع نمیتونه و این حکومت از شما حمایت نمیتونه و میخواهی که به شکلی اعتماد از دست رفته مردم مردمه. نسبت به این نظام بیشتر از بین ببره و بیشتر اما اما شکاف عمیق را ایجاد کنه حالا از این طریق میتونن به اهداف خود در افغانستان برسن به خصوص اهدافی را که در سر برای خود شکل دادن خب ببین شما اهداف اهداف از و ابزارهای مختلف داری یکیش بحثی فرقایی، بحثی زبان، بحث قوم، بحثی منطقه، بحث مذهب شما یه در فضای مجازی میبینین و بسیار آت است و بسیار خطرناک است یعنی <تصفح> اینا دارن در این موفق میشن <تصفح> اما سوال اینجاست که در برابر این تهاجم ما چی داریم؟ امروز سوال ما این بود یعنی <تصفح> سکتورهای امنیتی ما، شورای امنیتی ما و رئیس جمهوری ما و حکومتی ما در مجموع نظام و دولتی ما یعنی چی دارن؟ امروز گاهی بحثی مطرح میشه مشروعیت و عدم مشروعیتی حکومت مطرح میکنن. در این قسمت علما، فزلا، شورای علما، علمای تاثیر گذار علمای جید متشریعین استادهای دانشگاه و چگونه می توانند که این تبلیغ خطرناک را و پاسخ بگن و اون اعتماد از دست رفته مردم شما خبر داری شما خبر داری سربازی که اونجا در, در بیز خودش در قندار، در علمند در جای دیگه می سوزه تکه تکه میشه جوانی 25 ساله و 30 ساله در منطقه نماز از اون ببین شما یه مشکلات جدی هست بله. من ما میخوایم بگم یک نکته میخوایم بگم اینجا اگر ما بگیم که جناب استاد وزیر بگه که مربوط شما میشه ما بگم مربوط شما این در دوام میکنه میک پیش نیاد دارم دقیقا امروز هم گفته این که ما باید هممان دست به دست هم بدیم هممون مای وکیل شما مولا ملا شما استاد دانشگاه سکتور امنیتی در راست ما یک بدیل ما یک یک استراتژی امنیتی که پاسخگو به این همه وضعیت که ما داریم شکنندگی داره ما یک یک استراتژی امنیتی پاسخگو داشته باشیم که جلیز گپوره بگیم اما آقای بلخ شما چطور ادعا میکنین که هراس افغانان از این طریق میتونن یا توانستن به اهداف خود در افغانستان نزدیک بشن مگر شما پس از واقع این حملات واکنش و مردم افغانستان نسبت به یکدیگر بینید شما شاهد هستین که اهل شیعه با کمک اهل تسنن میپردازه اهل تسنن با کمک اهل شیعه میپردازه در واقع بیشتر اتحاد و اتفاق خود برجسته میسازن این در واقع فکر نمیکنن پاسخ پاسخ قاطع به است و در واقع بیشتر مردم را اتحاد و انسجام می‌بخشد. پاسخ قاطع هست بله. او در یک عدی احساسات هست اما ما استراتژی استراتیجی نداریم یک در رو با ما گفتم بیم شما امروز شما افکاری عامه بسنجین و اینا قدم قدم پیش آمده رویسته در یک دو روز گذشته در سراسر کشور مگه جنایت خونبار نبود شما از از شرق و غرب و جنوب و شمال و تا مرکز قلبی افغانستان که باشه و این یک ای ای وحشتناک شما ببین و این مردم رو ببینین اینا قدم که اینا پیشرفت ریشته این که احساسات ای مردم فرمای شما پاسخ میگه این که چیزی نگفته که این یک اهل سنت انجام داده و اهل سنت میای بسیار با شرافتمندانه هم دردی میکنه این قابل قدره ولی به این نمیشه بسنده کرد ما برنامه داشته باشیم اما طور که گفته شد ها. ما استراتژی داشته باشیم آقای وزین زمان در پایگاه بگرام پاره از قرآن کریم چی به شکل عمدی چی از روی صح و خطا سوخته بود هزاران تن از شهروندان افغانستان به جاده ها ریختند بر ضد امریکا تظاهرات کردند شعارهای ضد امریکایی را سر دادند اما زمان حراس افغانان میان در داخل مسجد انتحار میکنند مسجد ویران میسازند نمازگزاران را میکشند قرآن تکو پاره میکنند اصلا مردم سکوت پیشه کردن در مقابل این عمل حراس افغانان تظاهرات نمی کنن. چرا این قدر به تفاوتی وجود دارد در برابر این عمل ببینین میتونه عامل مختلف داشته باشه اول که دشمنی که کسی که قرآن در بگرام زیر پای کرده توهین کرده و او کسی که در داخل مسجد قرآن توهین میکنه و قرآن در هر مسجد قرآن رو در میته میسازونه ما گمان میکنیم که دشمن هم یک چیز هدفش هم به قرآن کریم کسی که به قرآن اهانت میکنه و مسجد اهانت میکنه هر کسی که باشه زیر هر نامی که باشه هر ماسکی که بر روی کشیده باشه قابل تقبیح است کار غیر اسلامی است اسلام رو محکوم میکنه و ای ای است اما چرا مردم به خصوص عالمان دین در برابر در برابر رویدادهای اعصابگرانه و مثل رویداد بگرام نمیخیزن ما صریح باشه متاسفانه مردم افغانستان از چند جهات از یک طرف از خارجی دل خوشندارنده یک کشور او شما هم می وخت خارجی نیوز ایجاد فکر میکنه از رسانه ګران تلفن ما ما نه خوایم ب ام ام چرا مردمی اکثرا نشانه نمیتنه از طرف خارجیار مردمن افغانستان خوشندارن یک مثال دوم مې سږی حکومت امرای حکومت متاسفانه او اعتماد کې امرای حکومت باید موجود بوښه متاسفانه او نیس سیم مې سږی مردوم از رسانه افغانستان دل خوشندارن مثلا شما شما وینین کی چه نمونه های منهیص سمبول زن افغان و مرد افغان متاسفانه بخورده مردم داده میشه متاسفانه اجازه بتونه میره بگه از تریبیون شما که میشه ما رو سانسور نمیکنه متشکر از شما که متاسفانه یک بخشی از رسانه ها بعضی رسانه ها جنگ جاری را وحشت و خشونت کنید در افغانستان تغذیه میکنن برای زمین سازی میکنن با نشراتی که هنجار شکنی که بر علیه مقدسات و بر علیه فرهنگ جامعه افغانستان است به خاطر مردم افغانستان, خوب افغانستان بر علیه مقدسات میان تجاوز میکنن چرا عالمان دین در یک جمع در یک صف نمیان بچاده ها نمیان مای دین افغانستان اول سه مول افغانستان فعلا څو قسم عالم دین دریم یو عالم دین حکومت است هرچي حکومت پرې غوښته د اساس حکومت فتوا مته مامور حکومت است یو عالم دین دیګي است چې د اساس فتوا مخالفین د خدمت مخالفین قرار دره هرچې چې مخالفین هر کارې کړي يوم دن ولا نو دروست باشه ور هم جائز میشمو ران تیفسیو تیفسیو علماء دینو لموی ربانی هسته چې ونه نه د خدمت حکومت هستند پالیسی غلای حکومت هم حمایت نمی‌کننه و نه به مخالفین اما خبار از نظام د دین ربانی مجلس تنسيق علماء افغانستان مشي مسائل محکوم کرده مجمع علمي علماء افغان

ن نه فهمم کی چی مشکل است امیر به ګویم کی مدیا او رسانه متاسفانه یک برخورد در بعض موارد صدای علما را متاسفانه نمی‌رسانند غیر دی علما همیشه از مدیا حس کی کنفرانسای کی موږ دایره میکنین تاسو بلان کردین کی رسانه ها لکه تشکر, تشکر میکنیم چې ما بلاند بلاند صدای موږ لايف نشر میکنین تشکر میکنیم از طول نیوز کی همیشه ای سانسور نه میکنه برنامه را ممنون شما لیکن متاسفانه کجا صدای تونه بلان کردین کی رسانه تاسو بیانای مجلس کنفرانس ته یوګر ته ماجلس د علماي افغانستان به ویني بار بار په خاطر صلح مردم ته دعوت کرده لیکن متاسفانه متاسفانه کمتر رسیده جستانه ها بیشتر این میگیم با مثبت متاسفانه کمتر نشر میکنن به خاطر ما میخوایم که رسانه در خدمت صلح قرار داشته باشه علیه جنگ بزارم. قرار داشته باشه و قضیه سوختن قرآن کریم از طرف هر کسی که صورت بگیره محکوم است عمل قبیح است عمل ماما. زشت است و کسی که قصدن حتی قرآن قرآن انتهاک بکنه قرآن حرمت قرآن بشکنه قصدن و حتی کفر میرسه آقای چرا مردم در برابر سوختن و تکپاره کردن قرآن با وسیله حراس افغان سکوت پیش کردن ما پیشتر جواب به شما گفتم که شما قبول نکردید ما گفتم شما ببینید وضعیت عمومی را که قدم قدم اینا مبایس قومی را زبانی را سمتی را لسانی را مطرح میکنه این اثرات خود داره نمونه همین سوالی است که شما از استاد کردید همین نمونه است اگر در بکرام قرآن قرآن کلام مجید میسوزه عکس عمل بسیار شدید و خوبه اما همین قرآن امی قرآن در مسجد می سوزه و چرا اکسامل

باشه حکومت باشه سکتور امنیتی باشه از همه مهمتر علمای دین عالمان دین متوجه از قضیه باشه که اونمو اونمو آتشی که دامنی او کشور رو گرفت و یک روزی دامنی افغانستان را نگیره واکنش عالمان دین تا این جای کار در برابر این های عراق افغان چگونه بوده برابر با انتظارات مردم افغانستان نخیر نبوده علمای دین باید بالاخره بسیار موضع قوی داشته باشند ببین وقتی بدعت میشه ما حدیثی داریم منصوب به پیامبر که بعد اظهار علم کنه یک عالم دین ولو خطر جانی داشته باشه ولو خطر مالی داشته باشه و در اینجا همین تقسیماتی که جناب استاد کردن ببین در یک آلت انفعالی و مستصل ما قرار داریم بس. که البته ما در وقتی کوتاه نمیتونیم عوامل از اون سپاسگزار خیلی سپاس از حضور اردوی شما در برنامه و ممنون شما بیننده ها خبر کوتا را در اخیر بیننده باشید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ترامپ از سوی مردم آمریکا انتخاب شد و دست برای همین دلیل باید به با او احترام گذاشت حتی اگر با برخی از اقدامات او مخالف باشیم در ایالات متحده آمریکا به او به احترامی شده است این اقدام منفی و تاسف برانگیز در نظام سیاسی آمریکا محسوب می شود پوتین میگوید که من معتقدم که رئیس جمهور آمریکا به هیچ توسعه نیاز ندارد زیرا او کسی است که این استعداد را داشته که در انتخابات آمریکا پیروز شود حتی اگر تجربه این کار بزرگ اداری را هم نداشته باشد او صادقانه پیروز شده است ولادیمیر پوتین در حال به حمایت از دونالد ترامپ پرداخت است که بیشتر روسیه از سوی قانونگذاران آمریکایی بعد دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ متهم شده بود